بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. در سلسلة درس های مضمون أصول فقه قرار داریم. جلسه 18. البته کتاب ما هم از نصفه گذشته دیگه، تقریبا به صفحه 45 رسیدیم. جلسات گذشته در رابطه با ادله احکام صحبت کردیم. ادله اتفاقی بود قرآن، سنت، اجماع و قیاس، و بعدا به ادله اختلافی آمدیم، دلائل اختلافی. ادله و دلائل هر دو جمع دلیل هست، یک معنا دارد. دلیل پنجم استحسان بود. در لغت و در اصطلاح توضیح داده شد انواع استحسان به 6 نوع: استحسان به نص، به اجماع، به عرف، به ضرورت، به مصلحت، به قیاس خبر. برای هر کدام یک مثال هم گفته شد. و در رابطه با حجیت استحسان گفتیم که اکثر فقها، جمهور فقها، به حجت بودن و دلیل بودن استحسان باور دارند. و امام محمد ابن ادریس شافعی استحسان را قبول نداشت و می گفت من استحسن فقط شر. کسی که حکم به استحسان کند در حقیقت خود را شارع پنداشته است، با خود حق تشریع داده است. این بود ماله ها و معلی های استحسان. توضیحاتی در این جلسه. دلیل ششم از کل دلایل، اگر نگاه کنیم دلیل ششم، و اگر به دلایل اختلافی مراجعه کنیم باز دلیل دوم میشه. یاد شما باشه، دلیل اول از دلایل اختلافی اگر به ترتیب نگاه کنیم: قرآن، سنت، اجماع، قیاس، استحسان پنجم، و مصالح مرسله ششم. اما اگر تقسیم کنیم باز دلایل اتفاقی 4 تا بود و دلایل اختلافی، دلیل اول از دلایل اختلافی استحسان و دلیل دوم از دلایل اختلافی مصالح مرسله. حالا کل خواب، یعنی به این پریشان نباشیم که ششم و یا دوم، هر کدام که نوشته شود به مسئله ضرر نمی رساند و تغییر در آن نمی آره. صفحه 45 کتاب شما. مصالح مرسله در لغت و در اصطلاح چی معنی دارد؟ مصالح جمع مصلحت. مصلحت چی است؟ عبارت است از جلب منافع و دفع زیانها. مصلحت آن است که انسان منافع، خوبیها، زیباییها، نفعها، فایدهها را به زندگی خود جلب بکند، و زیانها، ضررها، بدیها، زشتیها را از زندگی خود دفع بکند و دور بکند. این را میگن مصالح. و فقها گفتند که دفع ضرر و مفسده مقدم بر جلب منفعت است، خصوصا در قواعد کلی فقه. 100 ماده فقهی، یک قاعده داریم: درء المفاسد اولا من جلب المنافع. دفع مفسده و ضرر و زیان بر جلب منفعت اولا و مقدم است، از جلب منفعت بهتر است. یعنی اول کوشش میکنیم یک زیان و ضرر را دفع بکنیم، زندگی را از رذایل و بدی ها و زشتی ها پاک بکنیم، آن وقت به دنبال خوبی ها و زیبایی ها باشیم. مثلا تجارت مواد مخدر ممنوع است. حالا شخص نمیتونه بگه که قاضی صاحب، سارنوال صاحب، ما خواهی تجارت مواد مخدر مصلحت به دست میارم، منفعت جلب میکنم، یک خانواده، یک فامیل از همین راه ما نان میخوریم، چطور شما میایین و بازار مرا کساد میکنین و مرا از این کار باز میدارین؟ قاضی و سارنوال به او میگه که درء المفاسد اولا من جلب المنافع، دفع ضرر مقدم بر جلب منفعت است. یا اگر کسی توای اکسپایر و تاریخ تیر شده به فروش برساند، محکمه او را باز میدار. چرا؟
درء المفاسد اولى من جلب المنافع. على كل حال این هست مصالح. مصالح مرسله یعنی چی؟ مرسله از ارسال گرفته شده. ارسل یرسل و ارسالا از باب افعال. چطور میگن به قیس شاعر بزرگ عرب؟ غدائرها مستجزرات الی العلا تدل لقاس فی متن و مرسلی. مرسل یا مرسل، رها شده، آزاد شده. مصالح مرسله یعنی مصلحت های آزاد و رها. بعد توضیح میدیم مصالح معتبر داریم، مصالح ملغا داریم، مصالح مرسله داریم. با توجه به تعریفی که کردیم، شارع، شارع قانونگذار الله متعال است و رسول گرامی اسلام را هم اگر گاه وقت شارع میگیم مجازن میگیم، به خاطر اینکه شریعت را به ما رسانیده است. پیامبر تبین للناس ما نزل الیهم، رسول گرامی واضح کننده، آشکار کننده، پیام رسان بوده است. نمیتوانسته از خود قانونی بگذارد، چیزی را حلال کند و یا حرام کند. اجازه تحلیل و تحریم، حلال کردن و حرام کردن صرف و صرف به دست رب العزت است. شارع گاهی یک مصلحت اعتبار می بخشد. بله، این مصلحت به نفع عمومی هست، اعتبار دارد، هم از آن استفاده می کند و گاهی یک مصلحت را لغو اعلان می کند. ولو اینکه طرف فکر بکند که مصلحت برای او می باشد، به زندگیش نفع می رسد، اما این کار حرام است، این مصلحت اعتبار ندارد، این مصلحت لغو می باشد. مثل تجارت مواد مخدر یا تجارت شراب، خمر و غیره. و احیانا در مقابل برخ مصلحت ها سکوت اختیار کرد. لذا از این توضیحی که دادیم دانسته میشه که مصالح بر سه نوع می باشند. عنوان زمینی گذاشتیم انواع مصالح. مصلحت ها بر چند نوع؟ بر سه نوع. نوع اول مصالح معتبره که شارع و قانونگذار آن را اعتبار داده است. وقتی که ما میگیم قانونگذار، هدف ما قطعا این کسانی که در پارلمنت ها نشسته هستند و کارت های سبز و سرخ خود را بالا پایین میکنند نیست. شارع رب العزت و پیامبر هم توضیح داد. مصالح معتبره. و نوع دوم مصالح ملغا، لغو شده، بیارزش، ملغا اعلان شده است. و نوع سوم هم مصالح مرسله به معنای آزاد. هر کدام جدا جدا توضیح می دهیم. مصالح معتبره کدام است؟ صفحه 45 کتاب. مصالح معتبره آن است که شارع با آن اعتبار بخشید، احکام را برای حفظ آن وضع نموده است. مثلا شارع 5 نوع مصلحت را به جدیت و به شدت تمام اعتبار بخشیده و آن را اعلام کرده است. 1. اینا را مقاصد شریعت اسلامی هم میگیرد. اهداف و مقاصد 5 شریعت. 5 نوع هدفی که 5 هدفی که شریعت اسلامی داره. حفظ دین انسان مصلحت هست، شارع آن را اعتبار داده، دین مردم باید حفظ شود، کسی دین دیگری را تغییر ندهد، در دین خود هم تغییر وارد نکند و هر روز به یک دین نباشد. همچنین حفظ نفس انسان، نفس ها و خون های انسان ها در امان هست، نگه داشته شده است. کسی اجازه ندارد که به نفس دیگر خود را نزدیک بکند، او را به قتل برساند یا دست و پایش را بشکند و یا خونش را جاری بسازد. اصلا نبود، انسان محفوظ است. حفظ عقل انسان، عقل گوهر گرانمایه است که رب العزت آن را در وجود انسان ها نهاده و گذاشته است.
کسی اجازه ندارد با شراب نوشی و با بدمستی خود و دیگران را، عقل خود و دیگران را زیر سوال بیارد. حفظ عقل انسان ها، حفظ ناموس انسان ها و عرض و آبروی انسان ها. کسی اجازه ندارد که به اهل و عیال و به زن و فرزند دیگران نظر بد داشته باشه و آنها را زیر سوال بیارد. و همچنین حفظ مال انسان ها. طرف تلاش کرده، زحمت کشیده است، کار کرده، ثروتی به دست آورده، کسی اجازه ندارد با دزدی و با رشوه گرفتن و با دلالی و با اختلاس، با غصب، با قطاع و طریق بودن، با راهگیری اموال دیگران را تصاحب کند. حالا شریعت اسلامی برای حفظ این 5 مورد راهکار داده است. مثلا برای حفظ دین انسان ها جهاد را وضع کرده گذاشته، برای حفظ نفس انسان ها قصاص را مشروع گردانیده و لازم کرده. و لکم فی القصاص حیات و میاول الالباب، ای صاحبان خرد در قصاص برای شما زندگی است. و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین، ما بر بنی اسرائیل در تورات نوشته کرده بودیم که نفس انسانی در برابر نفس انسانی، چشم در برابر چشم، قصاص هست. و الجروح و قصاص، برای حفظ نفس انسان ها قصاص را وضع کرده، دیت را وضع کرده. اگر قتل عمد نبود، قتل خطا بود، 100 شتر باید بپردازد قیمت آن. 5 نوع قتل داریم، قتل عمد داریم، قتل شبه هم داریم، قتل خطا داریم، قتل جاری مجرای خطا داریم و قتل به سبب داریم. در فقه و در قواعد کلی فقه توضیح دادیم، در 100 قاعده فقهی. همچنین برای حفظ عقل انسان ها حد شراب را گذاشته شریعت اسلامی. این مصلحت معتبر است. اگر کسی شراب نوشی کرد، خمر، هر ماده مست کننده، جدیدن اسمای دیگر گذاشتن برای آن. حالا یک برخی از کشورها ویسکی میگن و برخی شراب میگوین و برخی شامپاین میگوین و براندی هست و اسکاچ هست و هر چی که بود مست کننده بود حد دارد، 80 ضرب شلاق. و برای اینکه ناموس و عرض و آبروی دیگران حفظ بشه، حد زنا و حد تهمت است. اگر کسی زنا کرد، شادی شده نیستن، عروسی شده نباشد، از زانیت و زانی فجلد دو کل واحد من همامیت جلده، هر کدام را 100 ضرب شلاق بزن. و اگر کسی دیگری را متهم کرد، متهم به زنا کرد و 4 شاهد مرد نداشت، بر او هم 80 ضرب شلاق زده میشه و حد بر او تطبیق میشه. و برای حفظ مال دیگران، چون مصلحت است، مصلحت معتبر، شریعت اسلامی حفظ مال دیگران را بر عهده گرفته، برای حفظ مال دیگران حد سرقت داریم، تعذیر داریم، رشوه گرفتن حرام اعلام شده است، عذاب اخروی دارد، حد قطاع و طریق داریم، راهگیرها، کسانی که راه دیگران را میگیرند و بالاخره وسیله دیگران یا پول هرچی که داشته باشند از آنها میستانند. حد قطاع و طریق داریم، دست راست و پای چپ آنها قطع میشه و بعدا اعدام میشوند. و خیلی وقتها قاضی و سارنگان میتونن که تعذیر را طور فیصله بکنن قضات که تعذیر از حد هم شدیدتر باشه. مثلا طرف اختطاف میکند، حکومت و دولت اسلامی مجبور و مکلف است تعداد زیادی از مختطفین، اختطافچیان را به بدترین وجه اعدام بکند، طوری که جسدهای مردار و چتل اینها هفته ها بر چوک ها آویزان باشد و درس عبرت برای دیگران باشد. تعذیر، عذر و یعذر و تعذیرن از باب تفعیل هست، سزا دادن طوری که دیگران باز بیان
جلوگیری از کارهای زشت وظیفه دولت است. دانی که چنگ و عود چه تقریر می کنند، پنهان خورید باده که تعذیر می کنند. لذا تعذیر هم هست و دولت باید تعذیرات داشته باشد. در اصطلاح اصولی ها مصالح معتبره انمو ضروریات و حاجیات و تحسینیات است. البته شما متوجه باشید که ما ضرورت داریم، حاجت داریم، منفعت داریم، زینت داریم و فضول. همین کارهایی که انجام میدیم با پنج کاتگوری، با پنج دسته میتواند تقسیم بشه. ضرورت نیاز مبرم هست. 90%، 100% برای پیشبرد زندگی نیاز هست. انسان ها نیاز به دین دارند، نیاز به زندگی دارند که نفس آنها در امان باشد، جان آنها نیاز بی دارند که عقلشان در امان باشد، نیاز دارند، ضرورت دارند که ناموسشان و مالشان در امان باشد، آبرو و عرضشان در امان باشد. شریعت اسلامی این مصالح را معتبر اعلام کرده است و حدود، تمام حدود که ما داریم، همین 5-6 حدی که داریم، در خدمت انسان هست، یا در خدمت دینش، یا در خدمت جانش، یا در خدمت عقلش، یا در خدمت مالش، و یا در خدمت ناموس، عرض و آبرویش. این وقتی اگه دی نیاین که والا چرا شریعت اسلامی حدود را وضع کرد. اگر حدود نباشد و قصاص نباشد، میبینیم که مجرمین به زهکاران چه بر سر مردم میآورند. خیلی از کشورهای غیر مسلمان، شما چین را نگاه بکنید که چقدر قتل دارد، یعنی چقدر یک قوانین سختگیرانه ای دارد و مجرمین خیلی راحت اعدام میکنه. چین اعدام زیاد داره، آمریکا اعدام داره. کشورهایی که خواسته باشند مردم در امنیت و آرامش باشند، اینها با مجرمین و با بزهکاران سخت برخورد میکنند. و بعد به خاطری که ما امنیت نداشته باشیم، ما آسایش نداشته باشیم، ما آرامش نداشته باشیم، اینجا میان برای ما حقوق بشر و حقوق زن و هیومن رایتس و فلان را نشان میدن. شما دیدین که چند روز پیش سیاه‌پوست آمریکایی جان فلوید صرف فروشنده به پلیس تماس میگیره که احتمالاً یک 20 دلاری جعلی به ما داده باشه. تمام جرم این نفر همی است. ورزشکار هم بوده، چمپین هم بوده است و قهرمان هم بوده است. در 10 سالگی 180 سانت قد داشته است. صرف گزارش داده میشه که این پول اسکناس 20 دلاری جعلی به فروشنده داد. 5-6 دقیقه بعد گردن این نفر، مجرم 100% هم نیست، هنوز به سارنوالی معرفی نشده، سارنوال او را به قاضی معرفی نکرده، فیصله هم نشده است، گردنش زیر چکمه ها و بوت های پلیس هست و آنقدر برگردن این شخص 44-45 ساله فشار میده تا اینکه بعد از 7-8 دقیقه روحش جدا میشه و بالاخره میمیره. در همین 5-6 دقیقه ویدیو را نگاه کنید. یک سره میگه که در نفس کشیده نمیتونم، I can't breathe، نفس کشیده نمیتونم، و مادر را صدا میکند و هرچی التماس میکند و عذر میکند. پلیس نیویورک به او ترحم نمیکند، NYDP اصلا ابدا به او هیچ نوع رحم نمیکند. با مجرمین برخورد سخت. یه امریکا هست، در کوچه ها و در سرک ها یک استاپ به مجرم و به زهکار میگه، اگر استاد نشد بر پیشانیش میزند و همون جا داخل سرک با او حل و فصل میکنه. دیگه نکیاره که رو سارنوالی معرفی کند و سارنوال مبلغ از او بستاند و بالاخره قاضی مبلغ دیگر رو بستاند و مجرم را با عزت رها بکنم که بله اشتباهاً اسکیوسو بود. کشورهایی که خواسته باشند مردمشان به امنیت و آرامش زندگی بکنند، با مجرمین برخورد سخت، برخورد شدید و برخورد دقیق داره. متوجه باشید، شدید و دقیق. اینطور نباشد که مثل این سیاه‌پوست را به قتل رساندن. البته در آمریکا باز مشکلات دیگری هم هست،
تعصبات قومی و عرقی و سمتی و زبانی و شکلی و پستی، اینها محور و مرکز شر هستند اروپایی و آمریکایی. حالا میان برای ما حقوق بشر یاد میدن. شما مردم را به ناحق در کشورهای خود ده ها میلیون هنود الحمر، سرخپوستانی که ساکنان اصلی امریکا هستند، نیویورک و واشنگتن دی سی و کالیفرنیا از اونها بوده، اینها را قتل عام کردن همی فرانسوی ها و ایتالیایی ها که از اروپا رفتن و امریکا را تصاحب کردن. ده ها میلیون نفر را قتل عام کردن. تراژدی هست. اینها میتوان حتی در جنایات جنگی هم به حساب آورد در محکمه های بین المللی، در ICC International Criminal Court و در غیره. اما چون فعلا قدرت دارن دیگه اینها پاسبانان حقوق بشر هستند. متوجه باشید که شریعت اسلامی تمام حدودی که دارد در خدمت انسان است، به خاطر اینکه دین، خون، عرض و آبرو، مال و عقل انسان در امان باشد. و کشورهای قوی این کار را می کنند. چین را نگاه کنید، سختترین برخورد با مجرمین را دارد. روس را نگاه کنید، سختترین برخورد با مجرمین را دارد. و کشورهای یورپی را نگاه کنید، با امریکا را. اما کشورهایی که نظام نداشته باشند، افغانستان هست، حقوق بشر هست، مجرم و بزهکاری که گرفته شده چهره منحوس او را به رسانه ها نشان نمیدن و به تلویزیون ها نشان نمیدن تا اینکه بتواند با خیال راحت هر وقتی که خواسته باشه هر جرم که انجام بده. بر محاکم و بر سرانوالی ها لازم است، آپشنال نیست، اختیاری نیست، لازم است که با مجرمین شدیدترین برخورد نهادهای امنیتی، امنیت هست، قوماندانی هست، به هر حال خلوتو هست، هر چی که می باشه، نهادهای امنیتی باید با مجرمین، کسانی که جان مردم را تهدید می کنند، سختترین برخورد را داشته باشه. وظیفه ایشان است. به همین خاطر معاش می گیرن. خون ملت را به همین خاطر می گیرن. این معاشی که می گیرن حق غریب و فقیر است که زیر خط فقر زندگی می کنند. انواع مصالح، مصالح معتبره، شارع با آن اعتبار بخشیده، ضرورت هست. حیات دنیایی و دینی انسان متکی به آن است. در صورت نبودن آن، حیات دنیایی انسان، دنیایی نبود می شود، دنیاوی انسان مختل می شود و عذاب آخرت را هم به دنبال می آورد. این بود درس امروز ما. مصالح مرسله، انواع مصالح. گفتیم که مصلحت معتبر داریم، ملغا داریم و مرسل داریم. معتبر توضیح دادیم، ملغا و مرسل را جلسه بعدی توضیح می دهیم. سوال استفسار داشته باشید، از طریق پورتال با استاد در تماس بشین. درس ما همینجا به پایان رسید. و صلی الله علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین.